همه برکت، همه شادی، همه روزی، همه گل میداره. گل نمو همه زندگی خودم نیو. دستان گلالودش را پیش آورده تا از شادی و برکت خاک بگوید، اما با غم پنهان در نگاهش شکند، با دل دردمند و دستهای پینه بستهش شکند. سالهاست که دستان چپاول شادی را از دلش و برکت را از سفرهش رو بودند. کشاورز می کارد، شالیکار نشان می کند، محصول اما به یغما می رود. در حال حاضر ضریب خودکفایی در کشاورزی بین 40-50% است که به این ترتیب نیمی از کالری مورد نیاز از خارج وارد می شود. مافیای واردات کالاهای کشاورزی با واردات محصولات کمر کشاورزان را شکسته و کشاورزی را به ورطه سقوط و انهدام کشانده است. یک عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کشاورزان گفت در زمان برداشت ذرت خوزستان مافیای واردات ذرت 4 میلیون تن ذرت وارد کرد و قیمت خرید محصول را کاهش داد، زیرا وارد کننده اصلی این محصول هیچ رقیبی ندارد و واردات را در انحصار خود دارد. ارگان‌ها و سردمداران این رژیم با واردات محصولات انبوه کشاورزان را به ورشکستگی و رها کردن کشت کشاندند، طوری که کشت پنبه را فلج کردند. کشت زعفران در خراسان را با واردات زعفران چینی غیر اقتصادی کرده و با واردات برنج مازاد بر نیاز شالیکاران شمال را ورشکسته کردند. در خصوص قریب به اتفاق کالاهای کشاورزی وارداتی، سیاست کاهش نرخ تعرفه اجرا شد که به کاهش شدید سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی مانند چغندر قند، نیشکر، پنبه و چای منجر شد و لطمات جبران ناپذیری به این گونه محصولات وارد آورد. برای توجیه واردات بی‌رویه شکر که تولید داخلی قند و شکر را به سوی نابودی کامل کشانده است. یک کارگزار رژیم آخوندی به وضعیت درهمشکستی اقتصادی اعتراف کرد و گفت حدود 38 کارخانه پنبه پاک‌کنی در کشور وجود داشت که عمده این کارخانجات به دلیل کاهش سطح زیرکشت پنبه به انبار لوازم خانگی تبدیل و یا تعطیل شدند. و یفتود تولید پنبه افت زیادی داشته است، به طوری که در استان گلستان از 180 هزار هکتار به 10 هزار هکتار کاهش یافته است. حسن تأمینی عضو کمیسیون بهداشت مجلس ارتجاع با بیان اینکه واردات برنج کمر برنج کاران گیلان و مازندران را شکسته از افزود ما 18 استان برنج خیز در کشور داریم که با واردات برنج با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدند. ما سالانه به 500 هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم ولی متاسفانه امسال نزدیک به 3 میلیون تن برنج وارد شده است. رژیم با خرید بیش از 851 هزار تن برنج از هند در نیمه نخست سال 92 به بزرگترین وارد کننده برنج این کشور تبدیل شده و تنها طی 6 ماه نخست 92 صادرات برنج هندی به ایران 77% افزایش داشته است. خبرگزاری رویتر: رژیم ایران 250 هزار تن گندم از اروپا، آلمان خریده است. آخوند حسن روحانی چندی پیش اعلام کرد نیاز است در سال جاری دست کم 7 میلیون تن گندم وارد شود. حسن تأمینی عضو کمیسیون بهداشت در مجلس ارتجاع: در زمینه تولید ابریشم استان گیلان حرف اول را در منطقه می زد، ولی امروز این صنعت شدیداً سیر نزولی را طی می کند و ما ابریشم را از خارج از کشور وارد می کنیم. در تولید خاویار و پرورش ماهی امروز با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم. کشت و صنعت خرما هم از دیرپاترین محصولات تولیدی ایران بود. کمرش زیر سیاست‌های غارتگرانه رژیم آخوندی شکسته است و
و در حالی که قیمت جهانی خرما 20 سنت کاهش یافته، خرماکاران ایران بدون پشتوانه ماندن و حدود 500 هزار تن از محصولات آنها در انبارها در حال پوسیدن است. زیرا مصرف ایران تنها نیمی از 1 میلیون تن تولید داخلی را در بر می‌گیرد. از کیلوی 1,800,000 تومان یه سبدش میشه 1,500 تومان، پول کارگر 60,000 تومانه. الان گوجه درجه یک آوردن میگه آقا کیلو 250 تومان. این گوجه فرنگی تو به کارخونه نمیبرید؟ کارخونه نمیزد فرمان آقا. سیاست‌های ضد مردمی و ویرانگر رژیم در مورد کشاورزی بیش از همه کشاورزان میهن را در معرض نابودی قرار داده است. دبیر کل خانه کشاورز رژیم اعتراف کرد که حدود 4 میلیون نفر از کشاورزان در وضعیت وخیم قرار دارند. اما آنچه که رژیم آخوندی نتوانسته نابود کند، عزم جزم کشاورزان برای بیرون کشیدن حقوقشان از حلقوم غارتگران حاکم است. اعتراضات کشاورزان در رودبار جنوب و در قزوین که محصولاتشان را به وسط خیابان ریختند و شیشه های فرمانداری را شکستند نمونه این خشم فزاینده است.